دوست داری بدونید چه مواد غذایی برای کوچک کردن پروستات خوبه؟ اگه دوست داری با این مواد غذایی آشنا بشی، این ویدیو مال توه. خوشحال میشم همراه من باشی تا با این مواد غذایی بیشتر آشنا بشیم. برای کوچک کردن پروستات چی بخوری؟ اومدیم و کار راحت‌تر کردیم، یعنی راحت‌تر از این نمیشد کرد. صبحونه، ناهار و شام یا میان وعده هایی که یه فرد مبتلا به پروستات باید مصرف کنه رو تو این ویدیو آماده کردم تا با این مواد غذایی آشنا بشی و سعی کردم از هر گروه 7-8 مدل غذا معرفی کنم که دستتون باز باشه برای اینکه بتونید متنوع‌تر سفرتون رو بچینید. برای صبحانه فرد مبتلا به بزرگی خشکی پروستات با هدف رژیم غذایی که داره ممکنه از سلامت پروستاتش بتونه حمایت هم بکنه. میتونید غذایی که پیشنهاد میکنم و توی رژیم غذایی روزانه‌تون قرار بدید. مورد اول آش‌جوه. آش‌جو سرشار از فیبره. این فرنیاش یه گزینه مغذی و سیر کننده هستش که میتونه به کوچیکتر شدن پروستات هم منجر بشه. مورد دوم گردو و عسله که با نان سبوسدار میتونید میل کنید. گردو حاوی چربی های سالم و روی هستش، در حالی که عسل هم شیرینی طبیعی رو براتون فراهم میکنه. مورد سوم املت با گوجه فرنگی که میتونید همراه سبزیجات هم مصرف کنید. تخم مرغ منبع خوبی از پروتئینه و گوجه فرنگی هم حاوی لیکوپنه که به سلامت پروستات کمک زیادی میکنه. گیاهانی مثل جعفری، شوید و ریحان و سبزی اینا مواردی هستند که میتونن به غذاتون طعم و مزه خوبی بدن. مورد بعدی ماست با دانه کتان و البته برخی از میوه ها. ماست پروبیوتیک حتما باید استفاده کنید و دانه های کتان هم اسیدهای چرب اومگا 3 رو براتون فراهم میکنه. میوه ها هم حاوی آنتی اکسیدانایی هستن که برای بدنتون مفیدن، ولی کلن سعی کنید لبنیات زیاد مصرف نکنید. مورد پنجم آب انار. انار سرشار از آنتی اکسیدانه و ممکنه اثرات مثبتی روی سلامت پروستات داشته باشه. مورد ششم نان سبوسدار به همراه آووکادو. آووکادو چربی های سالمی رو تأمین میکنه و غلات کاملم حاوی مواد مغذی هستن. مورد بعدی استفاده از چای سبز. در نوشای گیاهی مثل چای سبز رو انتخاب کنید که ممکنه خواص ضد التهابی داشته باشه. البته اگه زیاد از چای سبز استفاده کنید میتونه علائم ناشی از پروستات رو بدتر کنه. ما داریم میگیم از طیف مختلفی از اینا استفاده کنید. مورد بعدی مخلوط میوه های خشک مثل زردالو یا کشمش خشک. اینا میتونه برای شیرینی طبیعی و مواد مغذی که نیاز دارید توی رژیمتون باشه. بریم سراغ ناهار. فرد مبتلا به بزرگی خوشخیم پروستات هدفش اینه که با رژیمی که داره مصرف میکنه بتونه به سلامت پروستاتش هم کمک کنه. مورد اول ماهی کبابی. ماهی های چرب مثل سالمون اینا اسیدهای چرب اومگا 3 رو تامین میکنن که باعث سلامت بیشتر پروستات میشه. مورد دوم سوپ عدس که منبع خوبی از پروتئین گیاهی، فیبر و مواد مغذیه که به سلامت کلیه بدن کمک میکنه. مورد بعدی خورشت بادمجان. بادمجان سرشار از آنتی اکسیدانه که اگر با گوجه فرنگی و سایر سبزیجات ترکیب بشه یه انتخاب مغذی و بسیار سالم برای افراد مبتلا به پروستاته. مورد بعدی کباب مرغ. پروتئین بدون چربی مرغ به همراه ترکیبی از سبزیجات یه وعده غذایی خوب برای ناهار افراد مبتلا به پروستاته. مورد بعدی سالاد جو. جو سرشار از فیبره و اگر با گیاهان تازه مخلوط بشه میتونه هم طعم خوبی داشته باشه و هم مواد مغذی مورد نیاز بدنتون رو فراهم کنه. مورد بعدی برنج قهوه‌ای با سبزیجات. برنج قهوه‌ای هم غلات کاملیه که فیبر مورد نیاز شما رو تأمین میکنه و سبزیجات هم
ویتامین ها و مواد معدنی رو که بدنتون نیاز داره رو فراهم میکنه و میتونه به غذا طعم و عطر بهتری بده. خب صبحونه رو گفتیم، نهارم گفتیم، بریم سراغ شام. مورد اول خورشت سبزی. پروتئین بدون چربی مرغ اگر به این غذا اضافه بشه همراه با انواع گیاهانی که تو این غذا استفاده میشه، گزینه خوشتم و مغذیه که میتونه یک شام مناسب برای افراد مبتلا به دیابت باشه. بله، عرض کردم تو این غذا باید مرغ بریزید به جای گوشت. گوشت زیاد بخورید برای پروستاتتون خوب نیست. اما قبل اینکه برم سراغ ادامه مطالب، ممنون میشم یه کامنت قشنگ بذارین تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. لایک و سابسکرایبم فراموش نکنید عزیز دلی. مورد بعدی دلمه. برگ انگور یا همون موز سرشار از آنتی اکسیدانه و میتونه غذا رو با مخلوطی از برنج، گیاهان و گوشت چرخ کرده بدون چربی پر کنیم که باز یه گزینه مناسب برای پروستات شماست. مورد بعدی سالمون به همراه سبزیجات. ماهی قزل‌آلا اسیدهای چرب اومگا 3 رو فقط حمل می‌کنن که با سلامت پروستات مرتبطه و توی خیلی از مقالات هم به این مورد اشاره کرده. مورد بعدی املت اسفناج. تخم مرغ پروتئین لازم رو تأمین می‌کنه و اسفناج هم سرشار از مواد مغذی.